به نام خدا. سلام دوستان، تو قسمت های قبلی ما در خصوص آرایه های عددی یا ایندکس اری با هم صحبت کردیم و گفتیم که زمانی که ما بخوایم چندین داده برای یک موضوع ذخیره بکنیم که خب تعدادشو نمیدونیم و از طرف دیگه ممکنه که زیاد باشن، میایم عوض این که متغیر مدام تعریف کنیم یه متغیر از اون آرایه داریم که تمامی مقادیرمون رو به این شکل در داخل اون آرایه می‌ریزیم که شناسه دسترسی به اینم که 0 1 2 و الی آخر بود و برای دسترسی به هر کدوم کافیه اون کلید یا شاخصش رو معرفی بکنیم که اینجا علی و اینجا حامد و اینجا هم رضا رو به ما میده که از 0 شروع میشد توی برنامه نویسی، که در خصوص این در ویدئوی خودش مفصل ما صحبت کردیم. مدل بعدی آرایه هم آرایه انجمنی یا آرایه اسوسییتیو اری هستش که ما گفتیم زمانی که میخوایم مجموعی از اطلاعات در خصوص یه چیزو داشته باشیم نمیایم هی متغیر تعریف کنیم، یه متغیر با همون نام تعریف میکنیم و میایم از آرایه استفاده میکنیم برای یک جاسازی داده های مرتبط با این یوزر. یعنی ما یه دالر یوزر داریم که در درون خودش نیم داره، فامیلی داره، ایج داره، نمیدونم مدرک داره یا هر چیز دیگه ای، که به این شکل تعریف میشد کلید و این علامتی که مساوی و بزرگتره و مقدار، کلید و مقدار. و برای دسترسی به اینم کافی بود که ما به متغیر و اون کلیده دقیقا اشاره بکنیم که اون مقدار رو در اختیار ما بذاره. بچه ها اگر احیانا جایی دیدید که ما از واژه اسوک استفاده کردیم یا اصلا واژه اسوک رو دیدید، دقیقا به همین نوع آرایه داره اشاره میکنه، حالت در واقع اول اسوک هست. پس اگر دیدید واژه غریبی نیست. اما مدل بعدی آرایه رو میخوام معرفی بکنیم تو این ویدیو، آرایه چند بعدی یا مالتی دایمنشنال. خب این یعنی چی؟ اول اینکه ما میتونیم آرایه رو ترکیبی استفاده بکنیم، یعنی در یک آرایه هم آرایه عددی باشه و هم آرایه انجمنی، و میتونیم به این عمق بدیم، یعنی یک مقدار از یک آیتم آرایه‌مون میتونه دوباره یک آرایه باشه، باز همینطوری میتونه عمق پیدا بکنه که میخوایم تو این ویدیو در خصوصش مثال بزنیم و بریم سراغ استفاده از اون. خب اینجا بچه ها یک مدل آرایه، مثلا ما یوزر رو میخوایم یکم توسعه بدیم و بیشتر بکنیم داده های داخلش رو. مثلا ما اینجا یه یوزر داریم و نیم که علی مشخص مدل انجمنیه، پس اصالت این یوزر که یک آرایه است از نوع انجمنیه. اما اگر به مقدار کلید کورسز دقت بکنید خودش باز یک آرایه است، اینو میگن مالتی دایمنشنال، یعنی چند بعدیه. باز همینطور میتونه مثلا پیدا بکنه، مثلا مدرک باز خودش میتونه یک آرایه انجمنی باشه که بگه مدرک اولش مثلا چی اوکی گرفته. حالا مثال میزنیم، الان اینجا فعلا همینقدر کفایت میکنه. پس مقدار کورسز ما که در دل یک آرایه است باز خودش هم یک آرایه است. حالا اگر من بخوام به نیم دسترسی پیدا بکنم، که خب واضحه ما میتونیم از یوزر کلید نیمش رو صدا بزنیم، اما اگر من بخوام به این PHP اینجا دسترسی پیدا بکنم با چی کار بکنم؟ بچه ها اینجا هم خیلی ساده است. اولا که من باید برسم به این آرایه کورسز، خب اول باید به کورسز اشاره بکنم که تا اینجا ما مشکلی نداریم، اما تا اینجا کورسز ما خودش یک آرایه است، یعنی مقدار و نتیجه این خودش یک آرایه است که اگر بخوایم دسترسی پیدا بکنیم به PHP باید به ایندکس 0، به HTML ایندکس 1 و به CSS به ایندکس 2 اشاره بکنیم. پس اینجا من PHP رو میخوام، دقیقاً نتیجه این که میشه یک آرایه، ما باید اینجا ایندکس رو بزنیم، تمام. به همین راحتی ما میتونیم یک آرایه مالتی دایمنشنال رو دسترسی به تمامی مقادیرش داشته باشیم. اما بریم سراغ کد نویسی. میریم سراغ VS کد، اینو میارم سمت چپ، مرورگر سمت راست، رو همون فایل آرایه کار میکنم و اینو میبندم. تمامی موارد رو یا میتونم حذفشون بکنم یا میتونم کامنت بکنم، فرقی نمیکنه. خب من اینجا یه متغیر به نام یوزر دارم، یوزر، که خب حالا میتونم مقدارش آرایه بزنم، چه حالت کوتاهش چه به این شکلش فرقی نمیکنه. خب من اینجا نیم رو میذارم مثلا رضا، فامیلی رو میذارم حبیبی،
دیگه چی دارم؟ خب الان من میخوام یک کلید استفاده بکنم که مقدارش دوباره یک آرایه است. مثلا فرض میکنیم من اینجا فادر رو دارم، میخوام مثلا اسم پدرش رو داشته باشم. یه مدلش اینه که من مستقیم اینجا مثلا میگم مثلا جواد حبیبی، درسته؟ یه مدلش اینه، اینم اجازه بدم بزرگش کنم. ها یه مدلش اینه، اما یه مدلش اینه که نه، من میخوام اسم و فامیل پدر و سنش و خب این موارد رو جداگانه باز داشته باشم بسته به نوع پروژم. خب اینجا میام میگم عوض این که فادر خودش یک مقدار تکیه استرینگ رشته باشه، خودش میتونه یک آرایه باشه. خب از چه نوعی؟ خب من اینجا آرایه من باید اطلاعات در خصوص این پدر رو ذخیره بکنه. دوباره میشه نیم، درسته؟ که میشه جواد و اینجا هم فامیلی که میشه مثلا حبیبی، یا مثلا سنش، یا مثلا تاریخ تولدش. مثلا سنش رو میخوام ذخیره بکنم که مقدارش به حالت اینتیجره، من میگم مثلا 64. خب الان چی شد؟ من بخوام به فادر اشاره بکنم، خروجی این یک آرایه است که باید دقیقا به کلید اشاره بکنم برای دسترسی به هر کدوم از اینا. همین میشه مالتی دایمنشنال، یعنی یک آرایه در دل یک آرایه دیگه ما اینجا استفاده کردیم. حالا اینجا نوعش دوباره آرایه انجمنیه، خودش آرایه انجمنیه، کلید مقدار داره. اینجا مقدار این دوباره خودش از نوع آرایه انجمنیه با توجه به نوع نیازی که ما به این مقدار داریم. حالا یه مدل دیگه مثلا مثل مدارکی که داریم، یا اجازه بدید همون کورسزی که اونجا با هم بررسی کردیم رو ببینیم. مثلا ما چندین دوره داریم که ثبت نام کرده. بچه‌ها اینجا دقت بکنید، بسته به نوع نیازمونه که تعیین میکنه آقا ما در خصوص مقدار این میخوایم جزئیات زیادی داشته باشیم یا نه. بگیم آقا همین PHP نمیدونم چی کفایت میکنه، من دیگه اطلاعات دیگه‌ای در مورد این نمیخوام. مثلا میگم دوره‌ای که این شرکت کرده دوره PHP، دوره مثلا HTML و دوره CSS و تمام. خب اینجا چی شد؟ اینجا کورسز من که مقدارش یک آرایه عددی دوباره، درسته؟ این پس چی شد؟ یه آرایه انجمنی ما استفاده کردیم، اینجا باز یه آرایه عددی استفاده کردیم. حالا اگه بخوام دسترسی پیدا بکنم به این موارد با چیکار بکنم؟ خب اگر من بگم اکو بکنه یوزر رو، خب نتیجه که مشخصه، اولا یه وارنینگ به ما میده و بعد چی چاپ میکنه؟ میگه آرایه. مقدارشو که نمیدونه، میگه آرایه است. خب حالا میخوام دسترسی پیدا بکنم به مثلا فامیلی، کافیه بگم که فامیلی رو برای من چاپ بکنه که مقدارش رو اینجا برای من چاپ میکنه. حالا میخوام به اطلاعات پدر دسترسی پیدا بکنم، اگر فادر رو بنویسم چون خودش یک آرایه است، دوباره همین داستان وارنینگ رو داریم که مقدارش رو هم میگه که این آرایه است، دقیقاً اینو داره چاپ میکنه. اما اگر بخوام به نیم و فامیلی این پدر دسترسی پیدا بکنم، کافیه در ادامه ببینم که از چه نوعیه، از نوع آرایه انجمنیه، درسته؟ پس براکت میزنم، کلیدش رو میگم، میگم یوزر، فادرش، باز خودش یک آرایه است، دوباره میگم کلید نیمش رو من جا میخوام رفرش میکنم، دقیقا به من این رو میده. و اگر بخوام اطلاعات کامل اینجا داشته باشم، میتونم یک جدا کننده بذارم و یه دات که در واقع حالت کانکت یا اتصال رشته ها به هم دیگه اینجا انجام میشه. خب اینجا من یه اسپیس وسط گذاشتم، بخوام به هم وصلش کنم با دات وصلش کردم. خب اینجا نیم رو ما داریم، اینجا هم میگیم فامیلی رو میخوایم داشته باشیم. یک ذره فکر میکنم باید کوچیکش بکنم که کامل تر دیده بشه. خیلی خب این از این، یه رفرش میذارم، جواد حبیبی کامل در دسترس ما هستش. حالا بریم برای دوره. من اگر دوره رو بخوام دسترسی پیدا بکنم، خب اگر بگم کورسز رو میخوام چاپ بکنم، دوباره همون داستان. چرا؟ چون ما اکو میکنیم یک آرایه رو، آرایه وارنینگ میده و فقط میگه اره تمام. ولی اگر بخوام به هر کدوم از این آیتما دسترسی پیدا بکنیم، مثلا من HTML رو میخوام، ایندکس شند 0 1، درسته؟ به 1 اشاره میکنم، دقیقاً HTML رو بر من نشون میده. یا در ادامه میخوام بگم که با کاما جدا بکنه یه رشته و از دات استفاده میکنم برای اتصال، HTML و مثلا ایندکس 2 که در واقع CSS ما میشه رو اینجا چاپ میکنیم، نتیجه میشه این. دسترسی به اینا خیلی راحته، باید ببینیم که نوع مقدارش چیه.
اگر نوع مقدارش رشته، عدد یا چیزای معمولیه و آرایه نیست، خیلی راحت میتونیم بگیم نیم تمام. اما اگر باز مقدارش آرایه است، برای مشخص شدن دقیق اینکه کدوم آیتم باید نشون داده بشه، باید دوباره کلیدش رو بگیم. مثلا اینجا من کورسز رو نمیتونم مستقیم چاپ بکنم، باید اشاره بکنم. چرا؟ چون مقدارش آرایه است. پس باید دقیقا به یک آیتم دقیق اشاره بکنم. چون آرایه عددیه، من باید ایندکس آرایه رو بیارم. من HTML رو میخواستم، درسته؟ ایندکسش میشه 1. و اینجا هم CSS رو میخواستم، ایندکسش میشه 2. حالا بریم یک مدل دیگه. حالا بچه ها فرض میکنیم من در این بین یه سری مدرک ها هم دارم. Certificate. خب اسمشه دیگه، جمع میشه. خب در ساده ترین حالت من میگم که خب چه مدارکی دارم؟ مدرک PHP دارم، مدرک HTML دارم، درسته؟ اما بسته به نوع پروژه بچه ها اینجا ممکنه متفاوت باشه. مثلا پروژه من طوریه که همین که من بدونم چه دوره‌هایی شرکت کردم کفایت میکنه. آقا PHP, HTML, CSS و تمام. دیگه نیازی به اطلاعات جزئی نیست که آقا کی شرکت کرده، نمیدونم کی تموم کرده، چند جلسه حضور داشته و اطلاعات اینچنینی. میخوام نوع پروژه‌م میگه. خب پس اینجا برای مثلا کورسز این کفایت میکنه. حالا من اینتر میزنم که یکم اینا جدا از هم بشن. اما برای سرتیفیکیت من یه داستان دیگه دارم. خب داستان سرتیفیکیت من چیه؟ نوع پروژه‌م جوریه که من باید اطلاعات بیشتری رو در خصوص هر مدرک داشته باشم. مثلا اینجا فقط بگم مدرک PHP داره یا مدرک HTML داره کفایت نمیکنه. من باید بگم برای مدرک PHP کی مدرکش رو گرفته، با چه نمره‌ای مثلا مدرکش رو گرفته، یا هر اطلاعات دیگه‌ای که لازم داره. ما فرض میکنیم همین دو اطلاعات رو در خصوص هر مدرک ما اینجا تو پروژه‌مون لازم داریم. پس اینجا من به این شکل نمیتونم استفاده بکنم. باید چیکار بکنم؟ دو تا کار میتونم انجام بدم. یا اینکه اینجایی که میگم PHP، خب بگم خود این باز داده داره در دل خودش. خب یعنی این PHP که من اینجا دارم یه دیت داریم، درسته؟ که مثلا میگه 20-23 این مدرک رو گرفته. یه کلید grade داریم، مثلا A+. این از این. و برای مدرک مثلا HTML هم همینطور یک آرایه، یعنی همینطوری آرایه انجمنیه. خب میگه مدارک چی داری؟ خب یه PHP داری که خب اطلاعات مدرک PHP دیتش اینه، گریدش اینه. و یه مدرک HTML داری که برای اطلاعات مدرک HTML دیتش اینه، مثلا گریدش اینه. این یه مدل کاره. خب بریم صدا بزنیم مقادیر رو. خب من میگم اکو بکنه یوزر. خب میخوام برم سراغ مدارکش، پس اینجا میگم سرتیفیکیتس، درسته؟ نتیجه میشه وارنینگ. و یه خطای دیگه داریم، اینو نشناخته، کلید رو اشتباه نوشتم، سرتیفیکیتس. اینو من کپی میکنم از احتیاط، سمیکالونم میذارم، رفرش. بله، به صورت آرایه میشناسه. خب باید دقیق تر بشیم. مدرک چی رو میخوام؟ PHP رو میخوام. نتیجه مدرک PHP دوباره باز خودش یک آرایه است. خب چیه مدرک PHP رو میخوای؟ آقا گریدش رو میخوام، دقیق تر شدم، درسته؟ به این شکل A+ رو به من نشون میده. یا مثلا من اینجا میخوام مدرک HTML رو داشته باشم، کلید HTML، گریدش میشه این. و اگر اینجا سالش رو هم بخوام یا دیتش رو هم بخوام، اینجا دقیقا میتونم به این اشاره بکنم. پس این یک مدل کاره. پس اگر من بخوام به مدارکم به این شکل اطلاعات بیشتری اضافه بکنم، میتونم بگم مدرک فلان همین آرایه انجمنیه. یعنی خود سرتیفیکیت یک آرایه چیه بچه ها؟ انجمنیه که کلید داره و مقدار داره که اطلاعات در خصوص اینه. این یه مدل کاره. اما یه مدل دیگه هم وجود داره برای این کار. اون چه مدلیه؟ اون مدلیه که بچه ها ما PHP که اینجا به عنوان کلید تعریف کردیم رو بیاریم تو دل همین آرایه و سرتیفیکیت تبدیل میشه به یک آرایه عددی بچه ها. خب چجوری؟ دقت بکنید. پس این مدل رو که اگر اوکیید میتونیم از این بگذاریم. آرایه شد آرایه انجمنی. برای دسترسی به کلید اول میتونیم بگیم کلید PHP یا HTML. برای دسترسی به این هم دوباره میتونیم بگیم دیت. آرایه انجمنی خود یوزر، باز سرتیفیکیت هم انجمنیه،
PHP هم انجمنیه که تک تک به کلیدهاش میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و نوع دسترسی هم کافیه به صورت رشته کلیدش رو معرفی بکنیم که دارید میبینید هیچ عددی اینجا در کار نیست. اما ما میتونیم سرتیفیکیت رو تبدیل بکنیم به یک آرایه چی بچه ها عددی. انتخاب با خودتونه، تو هر پروژه‌ای تو هر بخشی میتونید تصمیم بگیرید که آقا به این شکل باشه یا به شکل دیگه ای باشه، کامل دست خودتونه. حالا من اینجا وظیفه دارم که هر دو مدل اینا رو بگم، ولی کامل دست خودتونه، هر جوری راحت‌ترید میتونید همون مدل رو استفاده کنید. خیلی خوب، حالا من میام اینو تبدیل میکنم به مدل دیگه. PHP رو اینجا نمیارم، PHP رو در دل همین آرایه میارم. خب یعنی من اینجا میگم که مثلا کورس PHP، اینجا هم میگم کورس HTML و دیگه نمیخوام HTML به عنوان کلید نقش ایفا بکنه. خب میخواد چیکار بشه پس؟ من میام کلید رو حذف میکنم بچه ها، کلید حذف میشه. الان سرتیفیکیت ما یک آرایه عددیه. اگر من بخوام به دوره اولم اشاره بکنم باید کلید 0 رو اشاره بکنم و اگر بخوام به دوره دوم اشاره بکنم باید کلید 1 رو اشاره بکنم. خب الان اینجا من وقتی که رفرش میکنم وارنینگ میده، هم خط 67 هم خط 67 دوباره، هم به این دسترسی پیدا نمیکنه هم به این. خب اینجا چه اتفاقی افتاده، چه مشکلی به وجود اومده؟ خب من اینجا از اینجا برمیدارم ببینم تا اینجا درست یا نه. وارنینگ هست، آرایه رو پیدا کرده، آرایه رو پیدا کرده، مشکلی تا اینجا نداره، اما میخواد به کلیدش دسترسی پیدا بکنه. اگر من دوره اول رو بخوام، اینجا دیگه انجمنی نیست که بگم دوره PHP، درسته؟ اینجا دیگه تبدیل شد به یک آرای عددی. اگر دوره اول میخوام باید به 0 اشاره بکنم، اگر دوره دوم میخوام باید به 1 اشاره بکنم. خب الان که به این اشاره کردم اینو داره برمیگردونه، این آرایه رو. خب من چیشو میخوام؟ میخوام ببینم که الان این اسم دوره چیه، چه مدرکیه، به کورس اشاره بکنم به PHP میرسه. پس چی شد؟ سرتیفیکیت این دفعه دیگه آرایه شد از نوع عددی. میتونید با همون مدل انجمنی هم کار بکنید، هیچ ایرادی نداره. خب من اینجا مثلا میخوام به چی دسترسی پیدا بکنم؟ به مدرک دومم، یعنی ایندکس 1. میخوام ببینم کی گرفتمش، به دیت میخوام اشاره بکنم، مدرک رو 20/24 گرفتم و همینطور میتونه پیدا بکنه. پس چی شد؟ بعد اول یا لایه اول ما، درسته، نیم، فامیلی، فادر، کورسه، سرتیفیکیت، اینا همه در لایه اولن. خب لایه دوم میشه این، لایه سوم میشه این، یا لول 1، 2، 3 و الاخر، فرقی نمی کنن، لایه همون لول میشه و همینطور میتونه ادامه پیدا بکنه تا چندین عام همجوره بره. ولی خب دیگه بیشتر از این معمولا ما استفاده نمی کنه و نیازمونم نمیشه. حالا بسته به نوع کارمون ممکنه که بیشتر هم بشه که خواهیم گفت شما. پس مالتی دایمنشنال یا در واقع آرای چند بعدی دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه، همینطور میتونه بره تو در تو. مثلا اینجا نمیدونم برای مدرک بگه چه افرادی این رو مثلا امضا کردن، مثلا ساینزشو بگه. خود این میتونه یک آرایه انجمنی باشه، مثلا بگه آقای ایکس امضاش کرده و آقای وای امضاش کرده. باز همین میتونه اینجوری باشه، بگه که خب ایکس ما اسمش چیه، فامیلش چیه، مثلا نمیدونم مدرکش چیه و چه شغلی داره، و کلی میتونیم همین رو بس بدیم و بریم جلوتر. مثلا در ساده‌ترین حالت میخوایم ببینیم که مدرک اول ما، حالا این به اینم اضافه میکنیم بچه، کاما ها رو دقت بکنید، کاما میذاریم، دقت بکنید. خب مثلا من اینجا میخوام به ایندکس شماره 1 هم، مدرک ایندکس شماره 1 هم بگم چه افرادی امضا کردن. خب اگر اینجوری بگم خودش یک آرایه است، دوباره همین داستانو داریم، ولی میخوام ببینم اولین نفری که توی لیست امضا کننده های این مدرک HTML من هست کیه، آقای ایکسه. و همینطور میتونیم این رو بس بدیم و ادامه پیدا بکنیم. هر جایی هم بچه ها اگر لازم شد میتونید تغییر بدید و مدل کوتاه استفاده بکنید. به عنوان مثال من اینجا عوض این آرایه باز میتونم از براکت استفاده بکنم، اینجا براکت رو ببندم، هیچ فرقی نمیکنه. حالا هر جوری خودتون راحت تری میتونم اینجا براکت رو ببندم و رفرش بکنم، میبینید هیچ فرقی اینجا نکرد، بس به خودتون داره، حالا هر کدوم راحت ترید و گیج نمیشید. این از این. و بچه ها توی زمانی که ما داریم کد میزنیم خیلی راحت میتونیم اینجا بیم
بخش ها رو ببندیم. مثلا این ساینس خودش یک آرایه است، قابل بستنه، میتونم اینو بزنم بسته میشه خط 65 و 67، یعنی یه خط بینش وجود داره و اینجا هم فلش وجود داره که میتونم دوباره چیکار بکنم، کلیک بکنم و باز بشه. یا اینجا سه نقطه ای که اینجا وجود داره داره به من میگه که هنوز برای این کد وجود داره که دیده نمیشه، کلیک میکنم باز میشه. یا مثلا باز تو لایه بالاتر این 61 رو میبندم که کل این آرایه رو میبنده. این آرایه بعدی رو میتونم ببندم یا کل سرتیفیکیت رو میتونم ببندم باز بکنم که اینجا سه نقطه‌شو دارید میبینید. باز هر کدوم از اینا رو من میتونم اینجا باز بکنم که برای جمع و جور شدن و مرتب سازی کد هامون به کارمون میاد. یا مثلا کلا من یوزر رو میتونم اینجا ببندم، خب دادم اونجا تنظیم کردم، حالا اینجا فقط استفاده میکنم، نیازی به این همه شلوغی نیست. لازم بود تغییر بدم باز میکنم، میرم سراغ تغییراتش، خب نتیجه هیچ فرقی نمیکنه. پس بچه‌ها به این مدل میگن مالتی دایمنشنال یا آرایه چند بعدی، که انواع مدلش رو اینجا با هم مثال زدیم. اگر احیانا متوجه نشدید میتونید برگردونید ویدیو رو و خودتونم بچه‌ها تست بکنید، خودتونم خودتون رو به چالش بکشید. فقط نکاتی که اینجا لازم هست، تو در تویی آرایه ها مهمه، آرایه رو هم اول باز کنید ببندید بعد داداشو بزنید، که احیانا این موارد یادتون نره، فراموشش نکنید. مثلا یکی اینجا فراموش میشه، حالا میمونید که آقا مشکل چیه، اینجا رفرش میکنید کلا پارس ارور، یعنی نتونسته تجزیه تحلیل بکنه، ساختار آرایه جور نیست. چرا؟ چون ما اینجا باز کردیم ولی فراموش کردیم ببندیم. حالا خب در صورتی که خود وی اس کد اگر باز بکنید همون اول بسته شدنش هم بهتون میده. مثلا من اینجا به محض اینکه براکت بازو میذارم خودش بسته رو به من میده و من اینجا کد خودم رو میتونم بنویسم، یا حتی اگر به این شکل بنویسم و باز بکنم خودش میبنده و مشکلی از اون بابت نداریم، مگر اینکه دیگه خودتون اشتباهی یکی از اینا رو حذف بکنید و به مشکل بخورید و حواستون باشه اینجا کاما فراموش نشه. مثلا من اینجا کاما رو نمیذارم، دوباره پارس ارور داریم و گفته خط 64 انتظار پرانتز بسته شدن رو داشتیم ولی به گرید رسیده، به رشته گرید رسیده. چرا؟ چون ما اینجا برای جداسازی آیتم های آرایه از کاما استفاده نکردیم.